مشوره های پلاستیکی مسعود اندرابی به طالبان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: مشوره های پلاستیکی مسعود اندرابی به طالبان. حالا به درستی می توان فهمید که حکومت در غلب‌آباد چقدر میان تهی بوده است که وزیر داخله هش حتی در حد یک تکسیران کابل از اوضاع اطلاع ندارد. مسعود اندرابی در افغانستان انترنشنال به پوچگویی مشغول است و طالب توصیه می کند که افغانستان را نجات دهد و طالبان پیشنهاد تشکیل یک حکومت خوب می دهد. در زمان حکومت پدرخوانده‌اش اشرف غنی همین حرف ها را می زد. می گوید که در بین طالبان برخی افراطیون هم هستند که باید طالبان نگذارند کارهایی کنند که جلو حکومت همه شمول گرفته شود. از نفرات اردوی سابق اردو بسازند. خیال می کند که طالب و پاکستان و دهان مسعود اندرابی سعی دارد. مشوره های پلاستیکی را به طالبان پیشکش می دهد. مسعود اندرابی بر روی خود نمی آورد که طالب از کجا آمده، برای چه ماموریتی آمده و کلید فرهنگ و مدنیت افغانستان چگونه در خطر از محلال قرار دارد. اصلا معلوم نبود چی میگوید. در همین حال طالبان در پنجشیر و سرنوشت دردناک روزها دچار خواهند شد. با فروپاشی ارتش و فرار رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد سیفی پس از 16 سال نبرد در اردوی ارتش دولت پیشین افغانستان با طالبان و جبهه مقاومت ملی در پنجشیر پیوست و تا امروز در کوهستان‌های پنجشیر حضور دارد. در سال‌های اخیر او یکی از چهره‌های مطرح نظامی در ارتش دولت پیشین افغانستان بوده است. حضور او در خطوط نبرد و در کنار آن تلاش برای تضعیف تفکر طالبانی از طریق نوشتن کتاب، مصاحبه و انتشار مقالات در رسانه ها او را در میان مردم به چهره شناخته شده و مشهور تبدیل کرده است. در 16 سال گذشته حامد سیفی حملات دشوار و پیچیده ای را در استانهای هلمند، بدخشان، قندار، قندوز، جوزجان، بلخ و میدان وردک رهبری کرده است. او در سال 2018 در حالی که در سنگر جنگ با طالبان در شهرستان ارچی در قندوز حضور داشت، کتاب خود با عنوان مردان آزادی را نوشت. کتاب فرمانده سیفی در کابل منتشر شد، اما او هرگز فرصت نکرد از جبهه جنگ به کابل برود و نسخه چاپی کتاب را در دست بگیرد. حضور مداوم او در جبهه های جنگ مجالی برای کار دیگر نمی گذارد، اما او فرصت برای خواندن کتاب و نوشتن را هرگز از دست نمی دهد. در 15 هود 2021 زمانی که طالبان بدون درگیری به کابل وارد شدند، حامد سیفی و شماری از همرزمانش در زادگاهش در شهرستان حصه اول در استان کاپیسا حضور داشتند. چند هفته قبل از آن رهبری وزارت دفاع بدون دلیل موجی او را از کار برکنار و خانه نشین کرده بود. سیفی اکنون از فرماندهان نظامی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود است و به تازگی سخنگوی نظامی این جبهه شده است. حامد سیفی در گفتگو با انتنت فارسی در مورد چگونگی پیوستن به جبهه مقاومت ملی گفت:
در پی سقوط کابل و ورود طالبان به کاپیسا، من با چند تن از دوستانم که مسلح بودیم در شهرستان حصه اول کوهستان در کاپیسا مخفی شدیم تا فرصتی فراهم شود و به فعالیت‌های چریکی ادامه بدهیم. اما با گذشت زمان، هر روز هر سه فعالیت بر ما تنگتر می شد. در هر جایی که چند ساعت می ماندیم، ناگهان گروه سیار طالبان به منطقه می رسیدن. در چنین وضعیتی تصمیم گرفتیم و جبهه مقاومت ملی در پنجشیر ملحق شویم. روز 26 مرداد در حالی که همه جا در دست طالبان بود، با شماری از همراهانم خود را به جبهه مقاومت ملی در پنجشیر رساندیم. با گفته فرمانده سیفی، به دلیل تهاجم گسترده طالبان و حضور هزاران جنگجو از جمله اعضای گردان انتحاری طالبان، مرکز پنجشیر پس از 3 شبانه روز مقاومت به تصرف طالبان درآمد. اما نیروهای جبهه مقاومت ملی با امکانات اندکی که در اختیار دارند هنوز در دره‌های پنجشیرند و این نیرو هر روز در حال قدرتمندتر شدن است. کابینه طالبان به تازگی تصمیم گرفته است تا از ورود افراد غیر مسئول به پنجشیر جلوگیری کند. رسانه‌های محلی افغانستان گزارش داده‌اند که نظامیان طالبان استحکامات نظامی خود را در دروازه‌های ورودی پنجشیر را تقویت کرده‌اند و افرادی که به پنجشیر وارد می‌شوند را به شدت بازرسی می‌کنند. همچنین گزارش شده است که فرماندهان طالبان روزانه افراد زیادی را به بهانه‌های عضویت در جبهه مقاومت ملی تحت آزار و اذیت قرار می‌دهند. نگرانی مقام امنیتی روس از نفوذ تروریست‌ها از افغانستان بر روسیه. با گفته حامد سیفی، طالبان به دلیل قتل و کشتاری که در پنجشیر مرتکب شده اند از ماندن در آنجا حراس دارند و به همین دلیل مرکز پنجشیر را به یک شهر نظامی تبدیل کرده اند. طالبان در پنجشیر جنایات زیادی کردند. فرماندهان و جنگجویان این گروه سنگ و چوب پنجشیر را هم دشمن تلقی می کنند و به همین دلیل هزاران جنگجو در مرکز و دروازه های ورودی پنجشیر مستقر کرده اند تا غافلگیر نشوند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.